در مورد شخصیت شهید مطهری که سخن هم در این باره زیاد گفته شده، من به این جمله اکتفا می کنم که ایشون در دو جبهه و به اعتباری در سه جبهه به مبارزه دشوار و توانگیری سرگرم بود و عمرش رو به این مبارزه گذراند و واقعا همونطور که عده‌ای از دانشجویان یکی از دانشگاه ها که نمیدونم کدوم یکی از دانشگاه ها بود تشخیص داده بودند در چند سال پیش و تابلوی درست کرده بودند، این آیه شریفه الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون احدا الا الله رو روی اون نوشته بودند و به مرحوم استاد شهیدمون تقدیم کرده بودند. ایشون مصداق این آیه بود. یه روزی در منزل ایشون دیدم با خط خوش نستعلیقی این تابلو رو گذاشتن در یک تاقچهی، قبلا ندیده بودم. تعریف کردم از تابلو و این آیه، ایشون گفتن بله این رو دانشجوها برای من فرستادن و من خجالت میکشم این رو بگذارم توی تاقچه، چون شاید در این اشارهی به این هست که خواستن من رو مصداق این بدونم و تواضع میکرد ایشون و میگفت من مصداق این آیه نیستم، اما قطعا ایشون مصداق این آیه بود و مبارزه میکرد. جامعه ما و انقلاب ما بر اساس همون پایه هایی بنا شده که در معرفی شهید مطهری از اسلام دیده میشد و فهمیده میشد و لذا که شما میبینید امروز اونی که پاسخ به سوالات ماها رو میده کتاب‌های شهید مطهری است.